خداوند چرا اجازه میدی این اتفاق بخوره؟ به همه اینا فکر میکردم اگه من نباشم یا اصلا اگه قرار باشه که من از زندگی اونا برم، واقعا از دوتا بچه من چه کسی نگهداری میکنه؟ واقعا چه کسی مراقبت میکنه؟ ولی چیزی که واقعا خیلی منو به چالش کشیده بود اون نابرابری حقوق زنان واقعا بین زنای مسلمان بود. حیات اسلامی رو میدونن کمک بگیری، حتی شروع کردم به خوندن قرآن، واقعا به مطالعه قرآن، ولی واقعیت این بود که نمیشد این نابرابری که بین زن و مرد هست رو توی اسلام نادیده گرفت. به خاطر اینکه اون بها و ارزشی که باید به تو به عنوان یک انسان داده بشه نمیشه و تو اینو کاملا میبینی، این کاملا خیلی عادیه، خیلی نرماله. پس میگم واقعا تو تمام قسمت‌های زندگیت وجود داره. خواهر همسرم درباره مسیح با من صحبت کرد و یه انجیل به من هدیه داد و ازم خواست که بخونم. و یه چیز خیلی عجیب از واقعا روح القدس در قلبم شنیدم که تو دختر من هستی و من تو رو انتخاب کردم و تو در میان زنان و حتی بین امت‌ها من رو خدمت خواهی کرد. خیلی تعجب کردم و یادم اصلا با صدای بلند از خدا پرسیدم که خداوند این چطور ممکنه؟ من یه زنم، مگه میشه؟ مگه چنین چیزی واقعا ممکنه؟ به عیسی مسیح ایمان آوردم و از خیلی عصبانی میشه. واقعا امکان طلاق و جدایی بود، واقعا این به معنی واقعی بود، این اتفاق میافتاد و قطعا به من به عنوان یه مسلمانی که دینش رو عوض کرده، مسیحی شده، بچه های من داده نمیشد، حتی اجازه ملاقات با اونها، اجازه واقعا دیدنشون هم من نداشتم، چون همه حق و حقوق من از من گرفته میشد. خب فکر میکنم که بزرگترین نگرانیام تو این لحظه مخصوصا برای پسر کوچیکم بود که 4 سالش بود و فکر میکردم خب کی بهش غذا میده، کی ازش مراقبت میکنه، خب شب اگه روش مثلا باز بشه کی روشو میکشه. من یاد بگیرم و بتونم این رو امروز به عنوان شهادت هایی که خدا در زندگی من انجام داده به زنای دیگه، مسلمان بودن، مسیحی شدن، مشکلات مثل مشکلات من رو داشتن، واقعا بخوام که در کنارشون باشم، براشون دعا کنم و باشون واقعا اینو در میون بگذارم.